تا همیشه تازه عشق قدیمی. از هر کیم دل خور باشم تو دل خوشیمی، از هر کیم دل خور باشم با تو میمونم. پرچم و تو آسمونو میرسونم، با هر نگاهی هر صدایی پا به پاتم. تو اوج سختی تو غمامم باز با هاتم. ایران من تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم این راه برگشتن نداره، من با تو هم هر کی که میخواد کم بیاره. دوش میگیرم همیشه پرچمت رو، رو زخم دنیا می نشونم مرهمت رو. وقتی که دشمن تیغشو از رو کشیده، می جنگم از شب زیر پرچم تا سفیده. ایران من تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم این راه برگشتن نداره، من با تو هم هر کی که میخواد کم بیاره. ایران من تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم این راه برگشتن نداره، من با تو هم هر کی که میخواد کم بیاره. الهی به فضل خیش مرا بنواز و به عدل خیش مرا مگذار. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام شب شما بینندگان عزیز و ارجمند به خیر، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خب امروز 16 آذره، حدود 60 سال پیش در چنین روزی و در حالی که فقط 105 روز از کودتای آمریکایی 28 مرداد می‌گذشت و اوج خفقان در کشور حاکم بود، مصطفی و مهدی و احمد شهرت بزرگنیا، شریعت رضوی و قنچی رو به آسمان ها رسوندن و با آسمانی شدن خودشون هم به همه ملت ایران درس شجاعت و ایستادگی در مقابل زور و سلطه بیگانه دادند. امروز روز دانشجوست، تبریک میگم به همه دانشجویان عزیز و رشید ایران اسلامیمون. در واقع امروز روز بیداری دانشجوست، انشالله که ما بتونیم این بیداری رو تا آخر حفظ بکنیم و به درستی در مسیر جنبش دانشجویی اصیل حرکت بکنیم. امشب در خدمت دو نفر از در واقع نسل طلایی جنبش دانشجوییمون هستیم بعد از انقلاب اسلامی ایران که انقلاب دوم رو رقم زدن، تا صحبت بکنیم در مورد فراز و فرودهای جنبش دانشجویی از دیروز تا امروز و بعد هم افقش برای فردا. سرکار خانم دکتر ابتکار و جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی امشب مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، شبتون بخیر. اول با خانم ابتکار شروع کنم. سلام علیکم، منم حضور بینندگان عزیز عرض سلام دارم، شب همگی بخیر. من هم مایلم 16 آذر روز دانشجو رو گرامی بداریم، گرچه امسال خیلی به دلیل حالا تعطیلات و شرایطی که بود ظاهرا خیلی فعالیتی صورت نگرفته، ولی یاد و خاطره سه شهید اهورایی 16 آذر رو گرامی بداریم، یاد و خاطره شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس، فکر میکنم ما هزاران شهید دانشجو داشتیم، یاد حداقل 30 شهید دانشجوی مسلمان پیرو خط امام رو که در دوران دفاع مقدس شهید شدن،
اینجا حضور جناب آقای دکتر روح الامینی یاد و خاطره شهید محسن روح الامینی رو گرامی بداریم، به یاد همه دانشجویانی که برای دفاع از کلمه حق، برای دفاع از اعتلای ایران، برای دفاع از آزادی تلاش کردند، دچار سختی شدند، در تنگنا قرار گرفتند و ای کاش که از این دانشجویان میتونستن امروز حضور داشته باشن. از جنب خود ما دو محسن دیگه هم ای کاش بودند و میتونستن امروز حضور داشته باشن، آقای دکتر محسن امینزاده و آقای دکتر محسن میردامادی، که امیدواریم شرایطی فراهم بشه که این عزیزان هم بیان و آزاد بشن و بتونن حضور پیدا کنن و در چنین مجالسی و چنین فرصت‌هایی حرف اون دوران رو و این دوران رو و آینده رو انشالله بزن. در خدمت ما نیستیم. من هم خدمت شما سرکار خانم دکتر ابتکار و کلی بینندگان عزیزون که در این شب جمعه مزاحمشون هستیم برای گفتگوی خودمانی. حالا لفظ مناظره رو من خیلی شاید نپسندم برای این بحثا، خصوصا که خیلی زمانتی برای استمرار و پیگیریش از چند سال قبل نبوده، الان هم ناگهانی باز معلوم نیست به چه سرنوشتی دوچار بشه. در هر صورت من از همینجا تسلیت میگم ایام شهادت آقا ابو عبدالله حسین و خاندان عزیزشون رو، سلام و درود میفرستم بر امام رؤوفمون امام رضا علیه السلام و از همینجا سلام میدم خدمتشون. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجت که علی من فوق الارض من تحت السرا الصدیق الشدید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن مترادفتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. من گرامی میدارم یاد 16 آذر شهدای دفاع مقدس و شهدای دیماه هویزه رو که در نقطه اوج مظلومیت و همراهشون هم از شهدای لانه بودن اونجا و دوستان دیگر اونو، و خصوصا این اخیر من یادی بکنم از شهدایی که در عرصه علم و فناوری داشتیم، شهدای دفاع مقدس حسن شهید باقری و شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید رضای نژاد، شهید علی محمدی، حسن تهرانی مقدم و حسن تهرانی مقدم که یه تعبیری رو ما سال گذشته همین ایام خدمت رهبری بودیم همزمان با سالگرد شهادتشون. ما یه جمع از دوستان دانشگاه شریف حدود 20 نفر در حوزه سیاست گذاری خدمت حضرت آقا بودیم. اونجا من یک نکته رو گفتم، همون روز اول دوم شهادت، یکی دو روز بود از شهادت ایشون گذشته بود، عرض کردم که انشالله اینا تهرانی مقدم های شما باشن در عرصه علم و فناوری، که آقا فرمودن من ایشون رو بیش از 20 سال 26 سال میشناختم، اونها از صفر شروع کردن، شما در اوجید الان. انشالله ما پاس داشته خونها و خطرهایی رو که همه عزیزان ما قبل و بعد از انقلاب کردن و دستاوردهاشون رو بتونیم که حفظ بکنیم و به بالندگی انشالله تحویل نسلای دیگه بدیم. خب اگه اجازه بفرمایید یک مستند 4 دقیقه‌ای فکر کنم آماده است از 16 آذر با هم ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم. در حوادث سال 1332 در حالی که کشور دستخوش کودتای نظامی، خفقان سیاسی و دخالت پیدا و پنهان آمریکا و انگلیس در منافع ملی و امور داخلی ایران بود، دانشگاه و دانشگاهیان حرکت بزرگی را رقم زدند که به سرفصل ماندگاری در مبارزه با رژیم پهلوی تبدیل شد. 40 روز پس از کودتا و با بازگشایی دانشگاه‌ها در مهر ماه، تحرکات دانشجویی خیزش جدیدی از مخالفت مردم با اقدامات دولت کودتا را رقم زد. شهید مصطفی چمران که در آن ایام از دانشجویان فعال در مبارزه علیه دولت کودتا بود، فضای مبارزات دانشجویی را در خاطراتش اینگونه روایت می کند. سال دوم دانشکده فنی بودم و مبارزه در اوج خودش بود و دم در دانشگاه پلیس جیب ها و کیف ها رو می گشت و اگر کسی اعلامیه داشت دستگیر می شد
و بردن روزنامه‌های مخفی به مقدار زیاد به داخل دانشگاه کار محالی بود. ولی از اونجا که ما شاگرد اول دانشگاه تهران بودیم و دوچرخه هم که گفتم داشتیم، دوچرخه راله یک تنه سریع و سیر، و به جای این که از در کوچک دانشگاه پیاده وارد بشیم با دوچرخه، در حالی که کیف اون وسط پر اعلامیه بود، از دری که استادان با ماشین وارد می شدن از پیاده رو به سرعت می اومدیم و یک ویراژ از در بزرگ به سرعت وارد می شد. به هر حال با وجود همه خط و نشانهایی که دولت نظامی کودتا برای خاموش کردن صدای اعتراض مخالفان خود به ویژه دانشجویان می کشید، در روز 16 مهر ماه با هماهنگی بازاریان و دانشگاهیان بازار تهران بسته ماند و دانشجویان هم تظاهرات گسترده اما آرامی را در دانشگاه برپا کردند. در این ایام در حالی که مردم به شدت از خفقان سیاسی نظامی دولت کودتا و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور خشمگین بودند، ارتشبد زاهدی نخست وزیر نظامی دولت کودتا در دو اطلاعیه جداگانه آتش خشم مردم و دانشجویان را برافروخته کرد. ارتشبد زاهدی نخست وزیر نظامی دولت کودتا در اطلاعیه اعلام کرد نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به زودی به ایران سفر می‌کند. عصبانیت مردم و دانشجویان از اعلام سفر نیکسون در حالی به اوج خود رسید که زاهدی در اطلاعیه دیگری در 14 آذر از برقراری مجدد روابط ایران و انگلیس خبر داد و اعلام کرد دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس به زودی عازم تهران می شود. با نزدیک شدن سفر نیکسون به ایران، زاهدی و شاه اقدامات امنیتی گسترده ای را در اطراف دانشگاه تهران تدارک دیدند و دانشگاه را به دژی نظامی تبدیل کردند. دانشکده فنی در حالی که در و دیوارش رو خون گرفته بود، دانشکده فنی که جای گلوله بر در و دیوارش باقی بود و خون در کف کلاس‌هایش و لابراتوارهایش و جلوی کتابخانه‌اش همیشه به مشام می‌رسید و زجه شهدای 16 آذر همیشه در گوش من تنین انداز بود. درست وسط دانشکده فنی، درست در جلوی کتابخانه، همون جایی که مرحوم بزرگ نیا و قنچی هدف گلوله قرار گرفتن، البته گلوله به منم خورد، منتها به یک نقطه غیر حساس دستم خورد که فقط خون سرازیر شد و مشکلی نبود، در حالی که دوستان ما بر زمین افتادن و به شهادت رسید. دو روز بعد از این جنایت، نیکسون که به افتخار حضورش در تهران سه تن از بهترین جوانان این کشور قربانی شده بودند، در فاصله چند صد متری قتلگاه دانشجویان از رئیس دانشگاه تهران دکترای افتخاری گرفت. اما 9 روز بعد رئیس ستاد لشکر زرهی 2 با صدور نامه‌ای به شماره 2122 به پاس کشتار 16 آذر 16 نفر از افسران و درجه داران مأمور در حادثه 16 آذر را تشویق کرد. با وجود تشویق قاتلان دانشجویان و اقدامات بعدی رژیم، فریاد خونین دانشجویان در مبارزه با سلطه طلبان بیگانه در حافظه تاریخی ملت ایران فراموش نشد و 16 آذر برای همیشه در تقویم مبارزات ضد آمریکایی ملت ایران ثبت شد. خیلی متشکر. چه سوالی بهتون میده؟ این تصاویر رو میبینید شما که در واقع 26 سال بعد از این همین مسیر رو به نوعی ادامه دادید در تسخیر لانه جاسوسی، و این حس حال این عزیز، حس حال شما، حس حال نسل امروز. 16 آذر یک مشعل نورانی و درخشانی برای جنبش دانشجوی ایران و همینطور حرکات آزادی خواهی و ضد استبدادی و ضد استعماری بود که استمرار پیدا کرد تا انقلاب اسلامی و بعد از اون. همیشه واقعا الهام بخش بوده این اتفاق، یعنی این
سه شهید به دلیل اینکه بی تفاوت در کنار شرایط دوران خودشون قرار نگرفتن و کاملا فعالانه در مقابل استبداد و در مقابل دخالت بیگانه حضور پیدا کردن، برخورد کردن، اعتراض کردن. این بیداری جنبش دانشجویی که واقعا یک برحال مؤلفه بسیار مهمی برای پویایی جامعه تلقی میشه و امام عزیزمون هم بر اساس همین جایی فرمودن که دانشگاه مبدأ تحولاته، به دلیل اینکه یک بیداری در جریان دانشجویی همیشه بوده که این بیداری سبب شده که حرکت ایجاد بشه، نقد و بعد از اون اصلاح و تغییر شرایط رو به دنبال داشته. من فکر میکنم خاطرات اون دوران خیلی سریع به وضعیت امروز ما و به امیدهایی که برای آینده داریم ارتباط برقرار میکنه. آیرون امینی، شما چطور دوست داشتید اون زمان رو تجربه بکنید؟ چون الان داشتیم میدیدیم گفتیم همش تکراریه دیگه، کلا همش تکرار. حالا دوست داشتید شما اصلا اون زمان رو تجربه بکنید یا تجربه تسخیر براتون شیدیم؟ خب ما هم قبل از انقلاب رو دیدیم، هم شرایط سیاسی رو. من از سال 54 دبیرستان در خوزستان کار میکردیم تا دانشگاه قبل از انقلاب، شرایط دو طرف رو دیدیم. ولی نکته ای که وجود داره، در 100 سال اخیر ملت ایران خب خیلی هزینه داد به این نقطه‌ای که الان هست رسیده. تو این مسیر نقاط عطف زیادی هست. 16 آذر یکی از برجسته‌ترینشه. مجموعه اینها و نقاط عطف دیگه‌ای که هست، مثل 13 آبان، مثل دفاع مقدس، تا امروز که میای، همه یک محور داره و او از خودگذشتگیه و همراه شدن با مسیر مردم و اطلاع ملت و علو در واقع اهدافی که ملت انتظار داره از نخبگان و فرهیختگانش. اینها خب اون روزهایی هم که دانشگاه آماج در واقع فشار بوده و اختناق بوده، این حرکت خیلی خودش رو، تعبیر زیبایی دارن خانم سرکار، خانم ابتکار مشعل فروزان، داشته. همچنان که ما تو حوزه‌های علمیه اونم داشتیم، روزی که در فیضیه طلاب رو از پشت بون‌ها پرت می‌کردن زمین و به شکل فجیعی به قتل می‌رسوندن، و پیوند حوزه و دانشگاه و نخبگان کشور و اخشار مختلف دیگه فداکاری کردن تو این 100 سال. همه اینها در واقع یه محور مشترک داره، از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری برای در واقع راه ملت و راه نورانی که رهبران جامعه به خصوص امام قدس سره پیش پای ملت گذاشتن. خیلی ممنون. مشعل داری و پیشگامی هم جریان دانشجویی داشته دیگه، همیشه بوده. یعنی بیداریشون به نظرم خیلی مهمه در شرایطی که گاهی اوقات در همون 16 آذر واقعه رو که نگاه میکنید به لحاظ تاریخی، بازار، یعنی روزهای قبلش بازار دستخوش، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد بازار دستخوش تحولاتی بود، اعتراض بود و دانشجوها میرفتن بازار همراه بقیه اخشار. بعدها این استمرار اینها با دانشگاه بیشتر بوده، چون فشارها هم بیشتر بوده دانشگاه و حوزه. ولی شما دمای انقلاب که نگاه میکنید، اصلا دیگه حوزه و دانشگاه و بازار و مردم و دانش آموز و اینها نمیتونه فراگیر بشه. بله، تو این پیشتازی نخبگان ما به خصوص دانشگاه و روحانیت و نخبگان ما خیلی هزینه بیشتر دادن و خب طبیعتی هم هست، آگاهی. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نظرسنجی این هفتمون هم آماده است، ببینیم، برمیگردیم وارد بحث بعدی ما بشیم. مهمترین آفتی که امروز جنبش دانشجویی را تهدید می کند کدام یک از گزینه‌های زیر می باشد؟ 1. سوء استفاده جریان‌های سیاسی. 2. دور شدن از آرمان‌ها. 3. بی‌تفاوتی به مسائل کشور به ویژه عدالت اجتماعی. 4. سطحی اندیشی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره پیامک 20333 ارسال نمایید. خیلی متشکر و ممنون. خانم ابتکار، از اولش اگه میخوام شروع بکنیم، مثلا از تعریف جنبش دانشجویی شروع بکنیم، از منظر شما مثلا جنبش دانشجویی چه تعریفی داره و
بین این تعریف این جنبش با بقیه فعالیت‌های دانشجویی، تحرکات دانشجویی، برنامه‌های دانشجویی که وجود داره اصلا چه فرقی هست؟ اگه بخوایم یه تعریف واحدی از جنبش دانشجویی را بکنیم. ببینید، دانشجویان سرمایه اجتماعی محسوب میشن. به دلیل موقعیتی که دارن، جوان هستن، پرتوان هستن، در موقعیتی هستن که برای اونها علم آموزی و به تبع اون معرفت طلبی، کمال طلبی و یه حس خیلی قوی آرمان خواهی دارن و این یه سرمایه بسیار بزرگه برای هر جامعه. و اگر واقعا فضا برای این بروز این حس عدالت خواهی، حق طلبی فراهم بشه، جنبش دانشجویی میتونه سبب حرکت به سمت جلو برای جامعه بشه. میتونه با نقد مشفقانه و با نقد جدی شرایط مشکلات رو گوشزد کنه. میتونه که به دور از اون وابستگی هایی که شاید اقشار دیگه جامعه پیدا میکنن، بالاخره سن بالا میره، وارد مسائل زندگی میشن، دانشجو یه مقداری آزاده است، یعنی این تعلقات رو نداره، این وابستگی ها رو نداره، خیلی راحت مشکلات رو میگه، خیلی راحت. و از اونجایی که جوانه و یک حس به هر حال حق طلبی درش دنبال میشه، خیلی راحت نسبت به مشکلات، خیلی نسبت به کمبودها، کاستیها میتونه که اظهار نظر کنه، میتونه نقد بکنه، مخصوصا جریان قدرت رو. و از این جهت واقعا جنبش‌های دانشجویی در همه جای دنیا، من به هر حال به دلیل نوع ارتباطی که حالا به عنوان دانشگاهی، نوع ارتباطی که به جهت مسئله 13 آبان با دانشگاه ها، با دانشجوها در سطح کشور داشتم، میبینم که الان یه نگرانی خیلی جدی واقعا نسبت به این مسئله وجود داره که الان جنبش دانشجویی آیا نسبت به اون انتظاری که ازش هست، اون نقشی که در تاریخ ایران داشته، آیا این فرصت به این نسل هم داده میشه؟ واقعا خاص ایران هم نیست. من براتون یه مثال جالب میزنم. از وزیر محیط زیست فنلاند بود، ما تو هلسینکی بودیم، این خانم این کتاب تسخیر رو مطالعه کرده بود و من خیلی تعجب کردم، چون اصلا فکر نمی کردم که توی جلسه حالا رسمی دولتی ایشون در صحبت با این موضوع صحبت کنه. و ایشون گفت من هم تو دوره دانشجوی خودم عضو یک جریان و جنبش، اون حالا می گفت سوسیالیستی بودم، همینطور مثلا مقابله با برحال دخالت های ابرقدرت ها در کشورهای در حال توسعه و این بحثا. و خیلی جالب بود که برحال ایشون می گفت احساس کردم با شما یه جوری در این موضوع هم خلاصه راه و هم فکریم. یه جای دیگه دنیا با یه تفکر، با یه پیشینه تاریخی دیگه، یه فردی احساس میکنه با یه جنبش دانشجویی ضد استبدادی و ضد امپریالیستی احساس همراهی میکنه. خانم دکتر، کتاب تسخیرتون رو گفتید، به زبان اصلی انگلیسی بود دیگه. من خبر اومده بود که امریکا اجازه انتشار شد اونجا نداد. همینطور این کتاب تو کانادا چاپ شد، تالم بوکس کانادا کتاب رو چاپ کرد. البته همزمان چی بود؟ امریکایی ها؟ امریکایی ها سر باز زدن از انتشارش. انتشاراتی های بزرگ متاسفانه دلیل مشخصی هم ارائه ندادن، ولی هر کدوم یه بهانه‌ای آوردن برای اینکه کتاب چاپ نشه. ولی یک انتشاراتی در کانادا کتاب رو چاپ کرد. من خیلی دلم می‌خواست به هر حال این کتاب مخاطب اصلیش شاید مردمی بودن که اون طرف دنیا با یه در واقع جفسازی خیلی منفی علیه ایران و انقلاب ایران مواجه بودن. خواستیم واقعا اهداف و انگیزه های این جریان دانشجویی رو منعکس کنیم. البته بعد من متوجه شدم که برای بچه های خودمونم که پرسش های خیلی زیادی دارم، یه موقع کتاب نوشتم فکر میکردم مخاطب فقط مردم آمریکان، ولی بعد متوجه شدم که ما دقیقاً ما سوالات زیادی رو بی پاسخ گذاشتیم در مقابل نسل جوان خودمون. مسائل زیادی هست که باید ناگزیر جوابگو باشیم نسبت به موضوعات و تو این زمینه خیلی کمکاری کردیم. ترجمه کردیم کتاب رو همزمان
انتشارات روزنامه اطلاعات. بعد حالا من از صحبتتون استفاده کردم، سوال در مورد تعریف خوب جنبش دانشجویی بود. شما کلا فضای دانشجویی و روحیه دانشجویی رو برای ما تفسیر کردید. حالا اگه شما بدین سراغ دکتر روح الامین، اگه بشه توی عبارت خیلی کوتاه جنبش دانشجویی رو بخواید تعریف بکنید که من بگیرم سوالمو بدین سراغ آقای. جنبش دانشجویی سرمایه اجتماعی برای هر کشور، بسیار متکثر دیدگاه‌ها و تنوع در واقع سلایق و دیدگاه‌ها در این جنبش هست، ولی ویژگی‌های حق طلبی، عدالت خواهی، ضد استبدادی و ضد استعماری همیشه این جنبش رو در واقع تعریف کرده، از مؤلفه‌های اصلیش بوده و سبب ایجاد حرکت، انگیزش در جامعه شده. یعنی در واقع مبدأ اون تحولاتی که امام میگن مبدأ تحولات، من فکر می‌کنم بخش مهمش از جنبش دانشجویی شد. خیلی ممنون آقای دکتر رولمینی. حالا با توجه به صحبت‌های خانم دکتر ابتکار در مورد تعریف جنبش دانشجویی، ضرورت‌هاش هم مشخصه برای یک جامعه. یعنی یک جامعه پویا قطعاً جنبش دانشجویی رو نیاز داره در درون خودش. تو این در واقع حالا به خصوص سالهای بعد از انقلاب، ولی اگر بگیم از سال 32 که این جرقه شد، قبل‌تر از اون شد، 1313 جرقه هاش زده شد، 32 میشه و قبل‌تر زده شد، یک راهبرد مشخص جنبش دانشجویی ما داشته آقای دکتر رونمینی تا الان؟ ببینید تعریف جنبش دانشجویی، جریان دانشجویی، تحرک دانشجویی، قشر دانشجو و مسائل از این قبیل عمده برمیگرده به دو تا خصوصیت نخبگی و جوان بودن در جریان دانشجویی که خوشبختانه یا متاسفانه یا به مزاح بگیم ماها داریم ازش فاصله میگیریم و ای کاش نمایندگان فعلی جنبش دانشجویی در کنار ما بودن حداقل و ما راه رو باز میکردیم برای آیندگان. به هر حال برنامه شما دیروز امروز فرداست، همش داره میشه دیروز دیروز دیروز، یه خود به امروز امروز و فردا فردا و فرداها که آینده بسیار مهمتره، شاید بیشتر پرداخته بشه. برمیگرده به خصوصیات مشترک بین جوانی و نخبگی که سرکارهان فرمودن. من یک حالا چون رشتم آرسول های دارویی است، خانم دکترم ایمونولوژی و محیط زیست بودم، من مثالی بزنم از این روزها آلودگی هوایی که داشتیم اینها و فضایی که هست. شما فرض کنید سیستم انوایرمنت یا محیط محاط بر ما هست و تصور بکنید یه فضایی است. این فضا اگه فضای سالمی باشه چه نتایجی داره؟ این فضا اگه آلودگی هایی بشه، حالا از ماشین دودزا و کارخونه و غیره اضافه بشه، فضای مسمومی باشه چه فضایی داره؟ به نظرم محیط جنبش دانشجویی و جریان دانشجویی مثل یک در واقع اکسیژن، مثل یک هوای سالمی است که در جامعه ما محاط و جریان نخبگی به طور کلی و جریان روشنفکری، جریان جوانی این شادابی رو داره. هرچی از این دورتر بشه، این آلودگی ها اضافه بشه، حالا به انواع و اقسام دلایل این تنفس درش چی میشه؟ مشکل میشه، کارم مشکل میشه، عضلاتی هم دیگه کار نمی کنه. ببینید بدن انسان، مغز، چشم، گوش، دست، قسمت های مختلف داره، ولی یه کانون تفکری داره، فکر داره که او فرمان میده و بازوها و بقیه اجزاش عمل میکنن. بالاخره مرکز نخبگی، مرکز کانون تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل محیط های علمی هستن. حالا عرض میکنم من خیلی تاکید دارم که حتما محصول به دانشگاه نشه، چون ما یک آفتی داریم در 100 سال اخیر که اومدیم نظامات علمیمون رو که با هم یکی بود هزاران سال، صدها سال، جدا کردیم و قدیم و جدیدش کردیم، ابتدایی و عالیش کردیم، حوزوی و دانشگاه هی جداش کردیم. شاید هم بیرا نبود که نمیخواستن اینا کنار هم باشن، چون یه اینرسی و هم افزایی انجام میشد. من برگردم حالا این محیط رو که گفتم، این بحثی رو در مورد 16 آذر بکنیم. 16 آذر 32 تا الان میشه حدود 60 سال. من نگاه میکردم به این روزا، خیلی روی این بحث حادثه غزه 8 روزه و قبلش 22 روز و 33 روز و مسائل و بحث بیداری اسلامی توی منطقه، اینا رو آدم نگاه میکنه و بسیاری میگن، حالا بعضیا میگن بهار در واقع عربی، خیلی هم مستند میگن بیداری اسلامی، حتی آثار و نشانه هاش رو هم جستجو میکنند و به رخ میکشن، حالا هم از نماز جماعت ها و قرآن دست گرفتن ها و
و دیگر نشانه های است و شهادت طلبی ها و غیره و غیره. من یه نگاهی خواستم بکنم ببینم که ببینید اینها بسیاریشون مدعیان که از انقلاب اسلامی الگو گرفتن. انقلاب اسلامی چجوری نوز گرفت در طول این دوران تطورش، از همون دهه 20 30 40 50 همینجور که بیایم جلو تا انقلاب اسلامی 57 و سالهای بعدش، اینا ما یه ایستگاه ایستادگی مقاومت پایداری کردیم، نتایجی به دست آوردیم، یه قدم جلوتر. یعنی شما نگاه کنید آذر 32 درست چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد لغو میکنن اون بازگشت دیکتاتوری شاه رو، یک راهی باز میشه، ولی خب ساواک تاسیس میشه، فشارهای زیادی برمیاد. دهه 40 با 15 خرداد دوباره این مقداری بیشتری سوس میشه، دوباره مقابلش تشدید میشه بالاخره جنایات رژیم مستبد پهلوی، باز مقاومت ها، ایستادگی ها، پایداری اقشار مختلف هم از دانشگاه، حوزه، مردم، اقشار مختلفی که ایستادگی کردن مقابلی، دوباره ما این سری نتایج میگه فضای تنفسی در پنجاه دهه پنجاه ایجاد میشه که شما حسینی ارشاد رو دارید، سخنرانی هایی که مرحوم شریعتی، مرحوم شهید مطهری داشتن و فضای مقدار تو دانشگاه هم باز میشه، اجازه اون تجمعات رو میدن، باز دوباره بسته میشه، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن، بسیاری تبعید میشن. بزرگان فعلی ما، نسل اول دوم ما، بسیاری اون دهه 50 در تبعید، زندان، شکنجه اینها بودن و ایستادگی کردن تا بهمن 57 و بعد دوباره شما نگاه کنید کودتاها، دوران دفاع مقدس، تحریم ها، همین جوری ما یه ایستگاه در واقع فشار داشتیم، ایستگاه ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، دستاوردهای بیشتر تا پیروزی انقلاب. اینا نگاه میکنید همین داره کرته برداری میشه، الگو برداری میشه. این در یک محیطی است، محیط نشاط، امید و از خودگذشتگی، پا گذاشتن روی خودخواهی، مردم خواهی، دیگر خواهی و فداکاری و بسیاری از این مسائل. خب اینا تو چه قشری بیشتر از همه هست؟ شما هم نگاه بکنید تو قشر جوان دانشجو. یعنی شما اونایی که تسخیر لانه جاسوسی رو بالاخره چند صد نفر جوان رقم زدن، دوران دفاع مقدس از همونها بسیاری از اون دوستان ما پاشون رو گذاشتن اون سمت و از دانشگاه اصلا رها کردن خودشون رو و بعضیاشون حالا اسم نمیبریم چون ما رو بالاخره محافظه کردید قبل از جلسه، اسم از کسی نبریم، ولی بسیاری از این بزرگان که الان در صدارت مسئولین نهادهای انقلاب هستن، اینها همون دانشجویان لانه جاسوسی، دانشجویان انجمنهای اسلامی و فعالین تشکلا بودن. حتی این سالهای اخیر که میرید که ما یه نهضت علمی، یه نهضتی داریم در رابطه با رشد دانش و توسعه فناوری تو کشور، باز میبینیم احمدی روشنها، شهریاریها و بسیار اینها که حساب زاده بعد از انقلاب هستن، اینها نگاه که میکنید به سیرشون میبینید که در یه کانون دانشجویی، در یه انجمن دانشجویی، در بسیج دانشجویی، در یه تشکل دانشجویی فعال بوده. مثال اخیرشو که من خیلی روشن میزنم، شهید احمدی روشن از فعالین فرهنگی دانشگاه سنتی شریف بوده که بلافاصله میذاره کنار و میبینه کشور توی زمینه نیاز داره، هجرت میکنه از خودش، ایثار میکنه و به مقام شهادت هم آخرش نائل میشه. پس اگه بخوام بگم این فضا، محیط، انوایرمنت به قول غربا و دوستان محیط زیستیمون، ها این فضاست که خودش یک تبادلی داره، هم روی این فضا یه عده تأثیر دارن، هم از این فضا بهره میبرن و بیشترین کسانی که نقش ایفا میکنن در آوتکام این سیستم، اگه این سیستم یه اینپوتی داشته باشه، یه آوتپوتی داشته باشه، یه دستاوردی داشته باشه، اوناییست که بیشترین ایثار رو کردن، آلودگی کمتر ایجاد کردن، از خودشون گذشتن، حتی مقابله مخاطرات رفتن. یعنی شما یه صحنه رو تصور بکنید، یه عده میان برای نجات دیگران خودشون رو فدا میکنن. این شاید تشبیه مناسبی. پس اگه بخوام از صحبت شما که صحبت مبسوطی هم بود در این بود، در پاسخ به این سوال بنده، در مورد ویژگی یا راهبرد اصلی جریان دانشجویی یا جنبش دانشجویی، فضای گفتمانی، فضای گفتمانیش میشه گفت اجتماعی، ایستادگی، پایداری، گذشت و ایثار. در واقع میشه چنین راهبردی. و از این سلسله عبارات خیلی خواهیم داشت. به همین سیاق بریم.
خانم دکتر ابتکار میشه ادامه بدیم همین بحث رو یک کمی؟ چون به نظرم آقای دکتر خیلی نکات زیبایی رو فرمودن، ولی همه داستان آقای دکتر این نیست. واقعیت اینه که ما برای پایداری، ما برای مقاومت، ما برای اینکه بتونیم الگوی موفقی برای دنیا باشیم، برای اینکه بتونیم الگویی از کارآمدی اسلام در جهان کنونی، جهان معاصر باشیم، ناگزیر از این هستیم که یک گفتمان درونی هم داشته باشیم. و الزامات یک گفتمان درونی یک فضای سالم و آزاد برای تضارب اندیشه‌ها و دیدگاه‌هاست. آقای دکتر، اگر من و شما امروز با این اعتقاد و این جسارت، این افرادی که اشاره بهشون کردید، پای ارزش‌های انقلاب، پای آزادی، پای استقلال، پای جمهوریت نظام، پای جمهوری اسلامی ایستادن، به دلیل اینکه در یک فضایی در دوره قبل از انقلاب که اونجا واقعا اندیشه ورزی به دلیل نوع مبارزات و تلاش‌هایی بود که دانشجویان داشتن برای مبارزه علیه رژیم، و بعد تو برهه تو دوره انقلاب فضایی که باز تضارب آرا و اندیشه ها بسیار آزادانه در دانشگاه ها صورت می گرفت و این فرصت برای اندیشه ورزی، برای ورود به مباحث، مباحث اعتقادی، مباحث تاریخی، مباحث سیاسی، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مولود اون فضای آزاد دانشگاه ها بودن. یک در واقع جنبش دانشجویی جسور که نسبت به تاریخ معاصر خودش آگاه بود، نسبت به شرایط خودش اطلاع داشت و این در واقع خودباوری رو بهش رسیده بود. چرا؟ برای اینکه اون فضا، اون فضای آزاد اندیشی اون دوره این اجازه رو بهش داد. ما اگر این فضاها رو از دانشگاهمون دریغ کنیم که متاسفانه دریغ کردیم، یعنی الان اون بخشی از در واقع داستان که شما فرمودین که درستم هست، من هم اینجا نمیخوام از انصاف خارج بشم، نمیخوام بگم همه چی منفیه، نمیخوام بگم 100% حق با عده‌ای است که انتقاد دارن یا مشکلات رو میبینن و طرف مقابل هم همه اشتباه، میخوام بگم داستان یه مقداری 50-50. این طرف داستان هم متاسفانه فضای دانشگاه های ما اونگونه که باید فضایی برای آزادی اندیشه، برای تضارب آرا و دیدگاه ها، برای نقد درونی، برای طرح پرسش ها. آقای دکتر، نسل جوان ما اگر سوالاتش رو اجازه نداشته باشه با جسارت کامل از همه چی، یعنی همونطور که زمان پیامبر ما سوال میکردن، از مبانی اعتقادیشون سوال میکردن، همونطور که ائمه ما در همه احادیث و روایاتی که داریم در واقع در پاسخ به نقطه مشترکی داریم، آسیب شناسی وضع موجود رو بذارید کنار چون وارد شدم به آسیب شناسی، من از باب اثباتی عرض کردم. نه، این که درست بود، من میخوام بگم آسیب شناسی حتی بیشتر از این، من میخوام اثباتی شما بگید. دهه اول انقلاب دانشگاه تهران، خب ما درگیر بودیم دیگه، هر دوشنبه مقام معظم رهبری مسجد دانشگاه بدون بسیاری از تشریفات تا سالهایی که ریاست جمهور هم بودن میمدن، گفتگوی آزادی بود درست بلافاصله بعد از نماز جماعت. یعنی شما نماز جماعت که تمام میشد یهو برمیگردید میبینید یک سید اولاد پیغمبر سریع با نشاط شاداب صف جماعت رو میشکافتن وارد تهران شدن و حتی بارها شده بود گفتن به لحاظ امنیتی این مشکل داره، اون سمت محراب دانشگاه رو یک دری بذارید که اخیراً گذاشتن، البته به خاطر بحث آتش نشانی و مثلا خروج اضطراری و اینها، ولی ایشون از تو همون بین جمعیت میمدن در ارتباط بودن. من خودم به رئیس جمهور وقت 8 سال، نه 12 سال، نه 16 سال پیش، حالا میگید اسم نبری، من خودم شخصی گفتم آقای هاشمی شما سرمایه انقلاب، آقای هاشمی شما کنار انقلاب بودی، آقای هاشمی شما مسئولیت دارید الان تو دولتتون، کی باید بیاد سوالات این دانشجوها رو پاسخ بگه؟ و ایشون خب با سنگینی و اینها خیلی استقبال نکن. خود من روح الامین شخصا نقل قولی نمی کنم، از ایشون خواهش میکردیم که آقا بیاین پاسخگوی دولت سازندگی باشید در دانشگاه، چون سوال ایجاد شده بود. بله، نگذارید همینطور جمع بشه که بشه یه دوه خوردادی. بله آقای، و هاکزا سالهای آخر و هاکزا این روزها مقام معظم رهبری اخیرا سران قوا رو و مسئولین رو و حتی رئیس محترم صدا سیما رو به اسم بردن که برید دانشگاه ها. فرقی هم نمی کنه تو این دولت، دولت قبلی و دولت قبلی، یه کمی که از دوران مسئولیتشون میگذره کرخت میشن، پاسخگویی رو و
فراموش میکنن، در حالی که آسمان به زمین نمیاد. به هر حال یا این سوالات پاسخ داره یا نداره، یا قبول یا رد، یا وارده یا وارد نیست. دکتر پاسخگویی که آسیبیه که متاسفانه در 16 سال 20 سال اخیر یه مقدار از طرف مسئولان اجرایی ما متاسفانه است. حالا ببینید یه طرف داستان رهبر انقلاب فرمودن که بله رهبر انقلاب فرمودن که بست آزاداندیشی در دانشگاه ها، این بسیار بحث خوبیه، ولی کرسی های آزاداندیشی عملش مهمتر از خودشه. عملش مهمتره متاسفانه. اون چیزی که میخوام بگم وارد آسیب شناسی اگه بشیم ممکن نقاط مشترک زیادی داشته باشیم. بله ببینید من میخوام بگم نقاط قوت رو بخشا رو داریم، ولی شما دیگه ورود کردید، من نمیخوام صحبتتون رو قطع بکنم، ولی بذارید که شما گفتید من بحثم اینه که ما اگر واقع بینانه مسائل رو ببینیم، نقاط قوت زیاده. ایران رشد علمی که ایران تو مقالات ISI داشته تو سال 2010 رتبه 1 رو در دنیا داشته، این اقراق هم نیست. من خودم دانشگاهی هم سالی شاید 4-5 تا مقاله ISI به همت دانشجویانم، دقیقاً به همت دانشجویانم میتونیم که میتونیم که بگیم که ما این نرخ رشد رو داشتیم. توسعه آموزش عالی تو ایران، توسعه مراکز دانشگاهی، اینا شکی نیست، یعنی اتفاقات خیلی خوبی آفن. ولی اون چی که یعنی نکته‌ای که باقی میمونه اینه، شما میفرمایید پاسخگویی، شما میفرمایید که دانشجو اجازه و فرصتی برای طرح مطالبات خودش داشته باشه، نقد داشته باشه، ولی امروزه اینقدر فعالیت جنبش دانشجویی پرهزینه شده که این یه سوال گزینه‌ای داشتن دقیقاً. این هزینه این گزینه‌ای که داشتن که چه شد که اضافه شد، ای کاش به جای گزینه آفت جنبش دانشجویی به جای بحث بی‌تفاوتی، چون دانشجو ذاتاً بی‌تفاوت نیست دیگه، ما اینو گفتیم، یعنی رسیدیم به اینکه دانشجو ذاتاً به دلیل اون انگیزه های جوانی که داره، به دلیل اون شجاعتی که داره، به دلیل اون حس حق طلبی که داره، ذاتاً بی‌تفاوت نیست. ما چه فضایی رو به وجود آوردیم که فعالیت جنبش دانشجویی، مخصوصاً اگر این جنبش یه مقداری مستقل باشه، بخواد نهاد قدرت رو نقد کنه، بخواد مشکلات رو بگه. شما اشاره کردید به رؤسای جمهور قبل، من هم و حتما همه عزیزان و جناب عالی خاطر دارن آقای رنجبران که جناب آقای خاتمی هم نشستایی رو با دانشجویان داشتن و دانشجویان خیلی راحت ایشون رو نقد میکردن و خیلی راحت مسائل میگفتن و بعد هیچ اتفاقی نمیافتاد. یعنی پیگردی نبود که دانشجویی به خاطر حتی یه جایی این برخوردا تون میشد، شاید کسی احساس میکرد که یه خورده مثلا از ادب هم به دوره، ولی این فضا رو اجازه میدادن به دلیل اهمیتش دیگه. بودیم که حالا اونو باید باز کنیم. حالا اونو بس من میخوام بگم ببینید کوی دانشگاه و قضیه من میخوام بگم یعنی میخوام بگم اثباتی عرض بکنیم، اثباتی ما خیلی جای چیز داره. خب ببینید ما چون این تجربیات رو تو تاریخمون داریم، هنوز امیدواریم. بله. و امید داریم و میدونیم که این تجربیات قابل تکراره. اگر رویکردها تغییر کنه، اگر ما به این باور برسیم که فضای دانشگاه‌های ما اگر یک فضای آزاد و باز و پذیرای انتقاد باشه، دانشگاه میتونه مبدا تحولات باشه، دانشجو میتونه این جسارت رو داشته باشه که تحولات عظیمی مثل جریان 13 آبان پیش بیاره، میتونه در جامعه خودش پیشرو باشه، میتونه مقابله بکنه با بی‌عدالتی، با فساد، با تبعیض، میتونه یک تحول عظیمی رو در مثلا نظام اداری کشور به وجود بیاره. ولی اون الزامات و اون شرایطی که الان به نظرم، یعنی اون چیزی که دانشجوها از ما انتظار دارن اینی که امروز، حالا که خودشون این امکانش نبوده، نیستن اینجا توی این جلسه، ما از طرف اونها بتونیم صحبت کنیم و این مشکلات رو بگیم و بخوایم که واقعا این مشکلات حل شه. یعنی فضای دانشگاه ها یک فضایی باشه که دانشجو، جنبش دانشجوی، انجمنهای اسلامی، چرا انجمنهای اسلامی در اکثر دانشگاه ها الان امکان فعالیت براشون نیست؟ به دلیل اینکه مثلا نقد کردن شرایط رو، به دلیل اینکه مشکلات رو گفتن، یا به دلیل اینکه تندروی کردن. رهبر انقلاب باز اخیراً فرمودن که اگر جوان دانشجوی مطلب تندی هم گفت، با من اعتقاد ندارم که باید با او برخورد تندی بشود. این
این در واقع جمله ایشونه، همین اخیراً فهمیدم. ولی آیا واقعاً در واقع به قول شما آیا در عمل این گونه است؟ خب آیا دکتر علمینی چند تا مطلب رو خانم دکتر ابتکار مطرح کردن، چند تا شما رو البته ورود کردید، ولی الان مطلب اصلی اینجاست که خانم دکتر میگن اون فضای آزاداندیشی که باید در دانشگاه ها الان وجود داشته باشه وجود نداره. این اولین سواله که شما به من یادم دانشگاهی چنین چیزی رو تایید میکنید و مطلب دیگه جلوتر از این مطلب دیگه من رخوتی بذارید من مطلب دیگه رو بگم. مطلب دیگه این که این فضایی که الان ما باهاش مواجهیم مولود حتما یک اتفاقی، یک بسترسازی، حالا چه از طرف حاکمیت چه از طرف جریان‌های دانشجویی بوده و همچنین جریان‌های سیاسی، سهم هر یک رو چطور میتونیم ببینیم و در این فضایی که الان هستیم ارزیابی کنیم؟ من برگردم به هم مثال محیط زیستی که زدم و فضا و انوایرمنتی که هست. ببینید وقتی فضا غبارآلود شد، وقتی فضا مسموم شد، دیگه اینجا کاری نداره که این کامیونداری است که در واقع دودکشش رو تنظیم نکرده، موتورش رو مینیبوسی است یا کارخونه است، اینها یا تک تک این موتورسیکلت ها هستند و یا مثلا یه خانگی است اینا. فضا که به هم ریخت دیگه همه از متضرر میشن. به نظرم ما مقدار بیشتر از این در واقع ناکارآمدی مجریان و حالا مثلا در یک حد پایین شاید اسمشو ببریم اینها، یا قفلت ها یا سوء مدیریت ها یا سوء تدبیر ها یا مسائل کوتاهی رو ممکنه بود مثلا مسائل حاشیه‌ای بوده اصل کرده اینها، اینا همه شاید بشه تک تک بهش وارد کرد. ولی نکته اصلی که ما در فتنه 88 به بعد تشدید شد و نه تنها تو این فتنه، در دهه 70 و 80 در دوره دولت موسوم به سازندگی یا دولت موسوم به اصلاحات و الان هم بعضیاش ادامه داره، یعنی منحصر به این سه دوره یکیش نیست، این فضای غبارآلودگی است که حاکم شد بر محیط‌های سیاسی اجتماعی و خصوصا دانشگاهی ما و اینکه سهم این عواملی که اینو غبارآلود کردن، مسموم کردن چقدر، سوء تدبیرها چقدر، این مقدار احتیاج به جلسات مفصل و مشکافته. من به نظرم میاد وقتی که از یک طرف بی تدبیری میشه، سوء تدبیر، سوء مدیریت، سوء مسئولیت، هر کسی اونجوری که قانون وظیفه‌شو مشخص کرده انجام نده قانونشو، یا پاشو از گلیم خودش اونورتر بذاره، یا کسایی که تو این در واقع اوضاعی که آشفته میشه و غبارآلود میشه، اوریو که داره سم میپاشه تو این جامعه رو کنارش وای میسه. ببینید ما در فضای چند سال اخیر یک گلایه جدی به دوستان اصلاح طلبمون صمیمانه داشتیم از همون سال 88، بارها تکرارش کردیم، گفتیم اینها که آقا ما اگر در داخل خانواده انقلاب بحثی گفتگوی چیز داریم، این یک راهی داره، اونی که با اصل این نظام مخالفه، اونی که دشمن ما بوده از همون 32 با کودتای 28 مرداد، این حسابش جداست. حساب بی بی سی با حساب صدا و سیما، شما میتونید صدا و سیما رو نقد بکنید، بگید اگه اینجوری میکرد بهتر بود. اولین نقادش بنده، همون برنامه‌ای که سال 88 خدمت بعضی عزیزان بودیم، جاهای دیگه، که آقا بالاخره این فضا رو شما میتونید باز بکنید، بسته بکنید، مدیریت بکنید، نذارید فضا رو یهو ناگهانی باز بکنید یهو ناگهانی ببندید، و خیلی زای دیگه ممکنه بگم. آقا دکتر این نیاز به همراهی همم داره، حالا من عرض بکنم، عرضم تکمیل بشه. ببینید اما حساب این صدا و سیما، هر چقدر شما بیاید روی مدیریتش و نحوه کارش بحث اینا، با بی بی سی جداست. من نمیتونم بگم من ناچار شدم. ما خب تو این قضیه من عرضم تموم بشه، من یه لحظه اجازه بدید، من تو این قضیه آسیب دیدم دیگه، حالا دیگه تکرارش هم شاید ملال‌آور بشه برای مخاطبینی که هست و همدردی که ما مواجه هستیم باش. ببینید از روز اولی که این جنایت در حق فرزند ما رخ داد، حادثه‌ای که برای ما پیش اومد، ابتلایی که برای ما پیش اومد، CNN به ما تماس گرفت، بی بی سی تماس گرفت، خانم میم یه ضد انقلاب خبرنگار فراری بیچاره کرده خودشو که آقا یه بار با من صحبت کنه. شما بگردید در این 4 سال یک کلام، یه پاراگراف، یه جمله از من در رسانه خارجی، ما حساب اون جداست. من دارم مسیر حقوقی قانونی مو دنبال میکنم، به حمدالله دنبالم شده، الان
دادگاهش بالاخره دادگاه دومش، دادگاه اولش 89 انجام شد، دادگاه دومش داره انجام میشه. من احتیاج به هیاهوسم، من یه مسیر دیگه رو باید برم. صحبتم بخوام بکنم، سایت هست، روزنامه هست، رسانه هست، کوتاه هم نبوده، انجامم شده، ولی خط قرمز گذاشتم، بیگانه رو اجازه ورود بهش ندادم، تو مسیری که او با او مشترک بشم ورود نکردم. ما بسیاری از خواصمون متاسفانه دچار غفلت شدن، دچار در واقع سوء تدبیر شدن در هدایت نقاطی که داشتن. خب فضا مسموم میشه، فضا خب همه متضرر میشن، از جمله جریان دانشجویی، از جمله فضای دانشگاه. بله، آیا بهتر نمیشد مدیریت کنیم؟ بله. آیا این حالا بعد ادامه پیدا بکنه؟ فرض کنید مثلا یه فضای غبارآلودی ما 88 داشتیم، 89 داشتیم، 90 داشتیم، همچنان ادامه پیدا کنه؟ نه، باید عوض بشه. تو این مسیر هم همه باید به هم کمک بکنه. و الا گفتمان انقلاب اسلامی به ذاتش طرفدار آزادی بوده، برای این آزادی هزینه داده، صدها هزار شهید داده، ایستاده 60 سال. اگر مبدا رو شما بذارید باز همین 16 که من مبدا رو قبل‌تر می‌بینم از مشروطه تا ملت ما هزینه‌های هنگفتی رو داده. این پاس داشته از آزادی بیشتر به عهده کیست؟ اونایی که بیشتر متوجه میشن، یا این غبارآلودگی و مسیر در واقع مسموم رو دنبال کردن؟ این یه اشکال اساسی است که به دوستانی که اشتباه کردن، همون روزهای اول که اون آشوبا در خیابانهای تهران انجام میشد، به واسطه به بعضی از آقایون، به آقای مهندس موسوی از معاونینش ما گفتیم، پیغام دادن بسیار از دلسوزان، آقا مسیر به لحاظ استشمام رسانه جوریه که آدم نگاه میکنه اون دشمن میخواد روی این موج سوار بشه. همون هفته اول خیلی واضح بود، حسابا جدا نشد، جدا نشد، جدا نشد، و این در هم ریختگی تا یک سال دو سال متاسفانه خوب بود. خب حتما عوارضش این مقدار سمت دانش بود. این یک گوشه. شما یه خود عقب‌تر بیایید. ما همیشه با دوستانم تو لانه بحث داشتیم، بعضی موقع به من دوستان گفتن، مثلا من اون ایام لانه هم حتی اعتراض میکنم که آقا مثلا اعلامی آقای مثلا میم اینجا چیکار میکنه که مثلا فاصله داره با مبانی انقلاب، یا مثلا گروه هایی که نزدیکن به مجاهدین خلق، یا مثلا جنبش مثلا میم مثلا اینجا چیکار میکنه. بعضی دوستان میگفتن آقا اینا که مثلا چیزتون رو بردارید با یه اینک دیگه نگاه بکنید. الان همون دوستان میدونن ما این قاطی شدن مسیرها، کسایی که با اصل مشکل داشتن، اصل انقلاب اسلامی، اینها مال امروز و دیروز نیست، از اول انقلاب هم این مشکل رو داشتیم، دورانی که در واقع نهضت آزادی ماهای اول عهده‌دار کشور بود، بعد شما تا سال 60 منافقین بودن تو این کشور، دست به اسلحه بردن، بعد راشون ولا همین صدا و سیما نماینده چیرکای فدایی مینشست، نماینده حزب توده، منحله توده مینشست، شهید بهشتی هم میشن مناظره کرد. انقلاب و گفتمان انقلاب و مسیر انقلاب که اصلا مشکلی نداشت با آزادی بیان، با گفتگو، با آزاد اندیش و اینها. ببینیم چه مسیری متاسفانه تهی شد که این حرف شد. و این افراط و تفریط ها در اول انقلاب، دهه دوم، دهه سوم، مثال های زیادی میشه واسه شو برد. ما به نظرم میاد که او رو باید حسابش جدا بکنیم، سوء تدبیرها رو و اون بحث‌های دیگه حسابش جدا. من فقط حالا ما که قرار نیست بیایم بحث کنیم وارد حالا مثلا همه ابعاد مسائل سیاسی بشیم، ولی واقعیت اینه که جریان بله از زاویه آسیب شناسی جریان جنبش دانشجویی چون ذاتاً جریانی است خواهان نقد و به تبع نقد خواهان اصلاح. اصلا من میخوام بگم همه جوامع مترقی، مخصوصا جامعه‌ای که مبتنی بر تعالیم مترقی دینی اسلام باشه، قطعا خواهان اصلاحه. یعنی قطعا حرکت اصلاحی رو پیش میگیره و یقینا اصلاح بدون پشتوانه نقد، بدون پشتوانه امکان طرح مشکلات حتما. یا به زبانی اعتراضات. به هر حال ما باید یک سازوکاری رو در چارچوب نظام تعریف کنیم. آقای دکتر شما میفرمایید رسانه ها، من خودم تو 3 سال گذشته حقیقتا بعد از سال 88 تو رسانه ملی نیومدم، این شاید اولین باریه دارم حضور پیدا میکنم. علتشم این بوده که احساس کردم که از چارچوب حرفه‌ای خودش رسانه ملی تو اون شرایط دشوار و غبارآلودی که اشاره کردید کاملا خارج شد، از
نقش رسانه ملی بودنش و کمک برای حل و فصل یک مسئله‌ای که میشد حل بشه که امروز مشکل نباشه و ما این گونه راجبش صحبت نکنیم و تازه امروز مجلس ما به دنبال حل معضل قانون انتخابات نباشه، حتما یه مشکلی اونجا بوده دیگه. یعنی یه بحثی ما داریم، یه مشکلی داریم که امروز هم راجبش صحبت میکنیم و عده میان به هر حال اعلام موضع میکنن چون حل نشده مسئله. بله، ما باید این گفتمان داخلی رو برقرار کنیم. رسانه هم همینه، حساب ها جدا بشه. آفرین. رسانه ملی هم آقای دکتر، وقتی رسانه ملی نتونه، وقتی رسانه نتونه گفتمان منتقدین رو منتقل کنه، وقتی فضا این گونه باشه که هر کس انتقاد کرد اتهام زنی پشتش باشه، عامل بیگانه تلقی بشه، وقتی ما در هر برهه، ما همیشه دوران حساس داریم، انقلاب ما فراز و نشیب داره، دشمن هم در کمینه، من هیچ شکی ندارم، اصلا نمیخوام مرزبندی با دشمن رو کمرنگ بکنم یا بگم وجود نداره. اصلاح طلبان همواره گفتن که خواهان اصلاح هستن، خواهان جمهوری اسلامی هن، اعتقاد به جمهوریت نظام و اسلامیت یک طرف نظام. عملم نه، عملم همواره این بوده. بالاخره الان کسایی که اون ور آب دارن سر در آخور بی سی و سی آی ای دارن. آقای دکتر، من میخوام کسانی بگم که اینجا هستن، درون کشورن و متاسفانه اون کار رو و در الان در مجموعه ها و ساختارهای فعلی قدرت حضور دارن و اون رفتارها رو دارن نشون میدن و شما هم امروز منتقد اون سیاست ها هستید که متاسفانه وجود داره در مجموعه دولت. پس آقای دکتر بیان ببینید، ما اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، این بحث اصولگرایی و اصلاح طلبی نیست. این بحث اینه که این آسیب ها دقیقاً اصول و مبانی انقلاب. پس ببینید، ما یه سازوکاری رو و جنبش دانشجویی خواسته اصلیش امروز اینه، میگه یک سازوکاری رو تعریف کنید که ما بتونیم نقد بکنیم و هزینه ندیم. امروز دانشجو به خاطر فعالیت توی انجمن اسلامی ستاره دار میشه از ادامه تحصیل. من به دلیل اون به هر حال مسئولیتی که از طرف مردم در شورای شهر دارم مورد مراجعه دانشجویان زیادی هستم، میگن ما رو اجازه ادامه تحصیل نمیدن، هیچ حکم قضایی هم نیست، ادامه تحصیل نمیتونیم بدیم، نه تو مقطع کارشناسی ارشد بوده، تو مقطع دکترا بوده، دانشجو رو نیمه کاره در حین تحصیل به دلیل اینکه پاره فعالیت ها رو داشته اجازه ندادن. خب برخورد با اساتید هم شما میدونین چه جوری بوده، چقدر اساتید دچار معضلات و محدودیت ها و تو بحث ارتقایشون دچار مشکل شدن به خاطر چی؟ فعالیت سیاسی قانونی که داشتن، عقایدی که داشتن. ما از این فضای اتهام زنی اگر عبور کنیم، اگر در واقع اجازه بدیم که مسائل نقد بشه، واقعیت ها گفته بشه در یک فضای سالم، ما نیاز به یک گفتمان ملی داریم. جنبش دانشجویی این رو میخواد. نقطه ایست که من تأکیدم اینه که ترجیح منافع ملی از خودگذشتگی ولو آسیب ببینیم. بله. که این فضا فضای شفاف دقیقا. و قابل تنفس. و اگر ببینید شما همه میگید شما میگید فقط کسانی که مسئول هستن نیست. نه کاملا، ولی کسانی که مسئول هستن، کسانی که دقیقاً در قدرتن، اختیارات بیشتری دارن. آخه ببینید این واضحات متاسفانه الان به وضعیتی رسیده که این فضا تو دانشگاه ها انصاف اگر خارج ما بشیم و یک سویه ببینیم مسائل رو، همین مشکلات تشدید هم میشه، ادامه پیدا میکنه. ما باید برگردیم منصفانه به صحنه ای که هستیم نگاه بکنیم، به وضع فعلیمون و آیندهمون و قدر بدونیم اون سرمایه ها و گذشته ای رو که داریم. این رو هر کسی به او آسیب بزنه همه ضرر میکنه. امروز ببینید، این من فقط همین نکته رو خواستم. من قبول دارم وارد آسیب، حالا چاره جویی من برای بحث فردا، چون همش داریم به دیروز و امروز میرسیم، من برای فردا پیشنهاد دارم. ما اتفاقا داریم راجع به امروزی صحبت میکنیم که اگر امروز به دادش نرسیم، اون فردایی که شأن جوان ایرانی هست رو ممکنه نتونیم فراهم کنیم. ما دغدغه‌مون اینه، ما میگیم اگر شاید نقد دانشجویی و نقد به هر حال قدرت امکان پذیر بود، شاید ما معضلاتی که امروز داریم، معضلات اقتصادی، معضلات اشتغال، معضلاتی که جوانان ما رو بیشتر از همه نگران کرده، یعنی جوانی که میره درس میخونه تو دانشگاه، اولین دغدغش اینه که خب من درسم تموم شد، آیا میتونم یک شغل شرافتمندانه داشته باشم؟ روز به روز تو همون تایم خودتون صحبت بفرمایید، بزرگوار
اداره میفرمایید خانم دکتر بفرمایید اشکال نداره آقای دکتر میخواد یه جایی با من همراهی بکنه اب نداره ما مشکل نداریم این فکر کنم اتفاقا خوب مخاطب من اداره من معترض نیستم ولی فقط اجازه بدید من این بحث اصلی فرعی کردن حاشیه و متن اولویت ها به نظرم یه بحث مبسوطی این درسته این حاشیه و فرعی کردن مسئله من کاملا قبول دارم ولی الان ما در شرایطی هستیم که دانشجویانی در تنگنای شدید هستند در بندن هنوز به دلیل انتقاداتی که مطرح کردن مثلا نسبت به دولت و اون انتقادات امروز از تریبون مجلس هم داره مطرح میشه اون انتقادات از تریبون بسیاری از اصولگرایان هم داره مطرح میشه یعنی تبدیل به واقعیت‌های جامعه شده مشکل جریان دانشجویی این بوده که پیشبینی کرده مسائل رو تونسته ببینه آینده رو ولی الان داره کماکان هزینه میده فضای دانشگاه‌های ما داره هزینه میده به خاطر اون بقایه ما ببینید یا باید روی کردمون رو تغییر بدیم اگه میخواییم یک جامعه بانشات اون مؤلفه‌هایی که شما اشاره کردید که مؤلفه‌های لازم برای چی؟ برای مقاومت هست برای اینکه بتونیم در مقابل به هر حال فشارهایی که دشمن داره وارد میکنه بتونیم مقاومت بکنیم بتونیم جامعهمون رو پیش ببریم بتونیم معنویت رو اعتلا بدیم در جامعه بتونیم ارزش‌های بلند انقلاب رو بتونیم تحقق ببخشیم اون الزامات که یک فضای سالم و آزاد و امکان نقد و فعالیت و در واقع آزاد شدن افرادی که الان دانشجویانی که الان در حبسن دانشجویانی که امکان در واقع ادامه تحصیل ندارن دانشجویانی که محدودیت ها و تنگناهای زیادی دارن یعنی من بخوام بگم ما نیازمند یک تحولی تو فضای دانشگاهمون هستیم و تا این اتفاق نیفته اون انسجام داخلی که ما بتونیم در مقابل خیلی از تهدیدات بایستیم اون انسجام قوی نخواهد بود طبعا جامعه ما داره متاسفانه به سمت شکاف ها پیش میره شکاف های اقتصادی تشدید شده شکاف های فرهنگی تشدید شده شکاف های قومیتی داشتیم شکاف های نسلی الان داره زیاد میشه ما باید اینا رو به هم وصل کنیم آقای و وصل کردنش یک الزاماتی داره که اگر اون تغییر روی کرد اتفاق نیفته اون در واقع شرایط فراهم نشه و همونطور که اشاره کردید کسانی که در قدرتن و مسئولیت دارن بهتر میتونن این رو پیش ببرن ما میتونیم بگیم مسائل رو ما میتونیم بگیم که به هر حال اینا دردای جامعه ما هست ولی کی اختیارات رو داره تقریبا فکرم 10 دقیقه شد صحبت فرمودین حالا من یه سوالی از شما داشتم بعد برسیم خدمت های روح الامینی با توجه به توضیحاتتون این که با توجه به تجربه‌ای که شما در جنبش دانشجویی دارید اصلا تعصب در جنبش دانشجویی چه جایگاهی داره آیا اصولا دانشجو و جنبش دانشجویی که خود من هم الانم جزوش هستم و دوستان دیگه من باید فکر کنیم هیچ موقع اشتباه نمی‌کنیم نه حتما دانشجو به دلیل جوان بودنش حتما امکان داره اشتباه بکنه یعنی البته همه امکان داره اشتباه بکنن اشتباه و خطا از دانشجو و جوان پذیرفته تر هست تا از افراد سن و سال ما و مخصوصا صاحب منصب و مسئولیت خطا اون موقعی که از ماها سر بزنه نابخشودنیه تقریبا چرا؟ به دلیل اینکه به هر حال آثار و عوارض و تبعاتش تو جامعه خیلی گسترده است. دانشجو قاعدتاً نباید یعنی تعصبات با اون فرایند تکاملی و اصلاح خواهی جور در نمیاد. یعنی افراد متعصب به اون مفهوم در واقع جزمیتش اگر بگیریم نه تعصب بر حق مثلا حق خواهی حرکت و جنبش دانشجویی یکی از ویژگی‌های مهمش عدالت خواهیه روی این موضوع پافشاری داشته باشه اون تعصب شاید گفته نشه ولی روی موضع خودش بخواد پافشاری کنه ولی اینکه متوجه شه این اشتباهه من فکر می‌کنم جنبش دانشجویی این وضعیت رو نداشته و هرگاه دیده که باید در واقع تغییری توی جهتگیری خودش داشته باشه این آمادگی رو داشته الان هم به نظرم جنبش دانشجویی خواهان زمینه برای یک تغییر رویکرد کلی در دانشگاه‌ها و امکان فعالیت در واقع مجدد جریانات دانشجویی منتقد هست یعنی الان مسئله اصلی اینه که بالاخره آیا
می‌خواهیم در دانشگاه‌هامون فضایی داشته باشیم که انجمن‌های اسلامی دوباره فعالیت کنن، دانشجوهایی که ستاره دار بودن یا محدودیت داشتن برگردن بیان سر تحصیل و اجازه فعالیت داشته باشن، دوباره اون پویایی و نشاط به دانشگاه ها برگرده. خب آقای رونمیدی، من صحبت های خانم دکتر رو دقیقا گوش دادم و خب مشکلات الان دانشجوها و اون مشکلاتی که حالا از 4 سال پیش اتفاق افتاده رو شکافتن، ولی ما چون موضوع ما واقعا موضوع جنبش دانشجویی است و ما یکی از اصولی که واقعا تو برنامه داریم که از چارچوب خارج نشیم و بتونیم نتایج خوبی بگیریم این هستش که شما ما اینو بشکافید. الان بالاخره بخشش اشاره کردید بی تدبیری هاست که دقیقا مسئولاتش نقش دارن، برخی جریان های سیاسی توش سهم دارن. الان یه مقدار متمرکز بشیم، چون داریم کم کم میریم به پایان برنامه، رو آفت هایی که جنبش دانشجویی رو تهدید میکنه که ما به اینجا برسیم، آفت هایی که من دانشجو شاید متوجهش نباشم، بعد برم داخل میدان و بعد بفهمم من کاش من این کارو نمیکردم، اون فضایی که در اختیارم بود خیلی بهتر استفاده میکردم. ما اگر نگاه میکنیم به آسیب شناسی و مسائل به حقی هم در صحنه میبینیم یا در گذشته و موانعی هست و اینها، میتونیم چند نوع از چند منظر نگاه کنیم، ولی به نظر من منظر علاجویانه به آسیب های موجود و ارائه راه حل بهتر. نکته بعدی این که ببینید، به هر حال فرد دانشجو، جریان دانشجویی، جنبش دانشجویی، تشکل های دانشجویی خودشون ممحض به چه شرایطی باید بکنن برای اینکه اون رسالتشون بتونن بهتر انجام بشن. نمیشه که من مثلا یه سری وظایف و مسئولیتایی رو داشته باشم ولی ممحض اون نباشم، مثلا اهل مطالعه نباشم. خب این نکاتی 25 تا نکته است امروز منتشر شده سایت رهبری. من همون مرداد ماه خدمت، بله، توی اجلاسی که ماه رمضان خدمت دانشجو، جلسه خیلی بانشات و شاداب و راحتی هم بوده، هم از طرف ایشون نقدای جدی وارد کردن به بعضی حرکات، مثل اون اشغال ابتدایی سفارت آمریکا یا اون رفتن غزه، خیلی صمیمانه سفارت انگلیس و بعد تو فرودگاه، و از طرفی هم دانشجوهای بحثای خیلی شفاف و روشنی داشتن. اون 25 تا نکته رو من تو دو سه دسته نگاه بکنم. یکی اینکه دانشجو نیرو جوانی خودش رو کشف کنه. این خمودگی بده الان توی مسیر ما که ما نگران باشیم تو خوابگاه ها مثلا چی مصرف میکنن، چه جوری هست، ارتباطات چگونی هست، فلان اینها. این با قرآن و نوشتجات شهید مطهری و دیگر فضلا معرفت دینیشون رو بالا ببرن، شرح صدر سیاسی داشته باشن. خب ما این یه آفتیه که توی سیاسیون اون هم هست، تو خیلی های دیگه هست. خب این برازنده نیست به جوون ما. با اخشار مختلف جامعه در ارتباط باشن، اون نسلی که جهاد سازندگی، اون نسلی که لانه جاسوسی فتح کرد، اون نسلی که ایستاد مقابل با مردم، خیلی در ارتباط با مردم، بسیار در ارتباط. الان این خود کمتر شده متاسفانه. یعنی شما نگاه بکنید تاسیس جهاد سازندگی در تابستان 58، یه 2 ماه تعطیل تابستون بود، شما منشأ یک نهادی شد برای خدمت به کشور. من هفته پیش آبادان بودم، الان شما نگاه کنید با یه باران ساده‌ای که میاد تا چند روز مردم مشکل آب و فاضلاب و اینا رو باید برن لمس کنن. از اونورش هم یه کارهای زیادی شده دون کشور، پیشرفتای هست اینا، هر دو رو سمت سوش رو برن ببینن، تو مردم بیشتر برن و خدمت بکنن، بر نظرات خود را به دستگاه ارائه کنید و موضع‌گیری کنید. باز این مخالف اون رغبتی است که بعضن ترویج میشه، از قول بدون علم بپرهیزید. من امروز نگاه میکردم خبرگزاری دانشجویان، امروز نگاه میکردم در تو 16 آذر مطالبو مرور بکنم بیام اینجا، نشد بود 50مین سالگرد نمیشه دانش 16 ده. یعنی شما 91 و منهای 32 بکنید خیلی واضح میشه 60مین سالگرد. شما نگاه کنید الان ایستا بره پاک بکنه، تو خبرگزاری دانشجویان 50مین سالو گفتن صبح ابن باویه در واقع چیز شده. مراقب نگاه های سوسیالیستی و مارکسیستی باشید، آفاتی که در آخر به هر حال الان خانم دکتر ارسان دارن، تو دانشگاه هستن، بنده هم هستن. ما چون فضای مناسبی نیست و همه هم ارسان داریم و این رغبت حاکمه، نهله هایی که هیچ کدوم از ماها رو قبول میکنن. ندارن نفوذ میکنن و الان تفکرات ببینید چیزهایی رو که ما پشت سر گذاشتیم، یعنی دنیا پشت سر گذاشته، یعنی الان انقلاب سوسیالیستی و مارکسیستی خود اونایی که دایه دارش بودن رفته به موزه به فرموده ما. خب اینا داره دوباره جوانه میکشه جاهای دیگه. چرا؟ به خاطر همین و هممون مقصریم و نباید به این اجازه بدیم نسبت به اوضاع کشور نقد مستمر و منصفانه باشه. این انصاف کیمیایی است که هم سیاسیون ما، گروه های مختلف ما داشته باشند، و خب ما یه مقدار خودمون رو دریغ میکنیم از این.
ایده اقتصاد مقاومتی رو تعبیر کنیم. ما که تو خلا زندگی نمی کنیم. ما تحریم ها به اوج خودش رسیده که ما رو مثلا قیچی بکنه. درست این بهترین فرصت برای کشور ما. اگر مسئولان متوجه بشن خوب تدبیر کنن و بقیه هم هر کسی کاری که از دستش برمیاد، خصوصا محیط های علمی فنی هم. ما میبینیم که درست برعکسه. میدونی سفارت، حالا بعدشون نیاد سفرهای ما جاهای مختلف میشه، زحمت میکشن، ولی سفارت عرف بوده تو همه حکومت ها، آخرین ایستگاه مدیریتیه. یعنی طرف مثلا عمرای نظامی هست، مثلا وزیر، وکیل، خودمونم میبینیم اولین جایی که به افراد بعد از پایان کارشون یا برکنارشون پیشنهاد میشه سفارته. خب نمیشه که ما توی محیط مدیریتی کشور ما افراد وزیر، وکیل هستن، وزیر هستن، سفیر میشن، دوباره بیان مسئول مثلا فلان سازمانم بشن. آبا که چی میشه؟ ما یک مقدار به لحاظ مدیریتی مشکل داریم. خود نسل سه ما، چهار ما باید بیان ما رو بزنن کنار که وارد بشن. به اوضاع کشور نگاه مستفسرانه داشته باشید. این نکته که باز حضرت آقا داشتن، یه موقع هست شما به یه پدیده نگاه ساده‌ای میکنید، یه رابطه علی معلولی. خب ما زمان خودمون در دانشگاه ها جلسات بحث و گفتگوهای مفصل داشتیم، اصول فلسفه روش رئالیسم شهید مطهری رو بارها مرور میکردیم، گفتگو میکردیم و یک پای در اندیشه و مطالعه بود و یک پای در محیط اجتماع، و هیچ کدوم از اینها جوزدگی باعث نمیشد که از این سمت بیفتیم یا اون سمت. متاسفانه آزاد مباحث سیاسی و خیلی چیزای دیگه. بله، حالا اعلام نظر کارشناسی متفاوت با رهبری، مخالفت با رهبری به حساب نیاید. خب ما مسئولان اجرایی اون این سعه رو ندارن متاسفانه خیلیاشون، و فکر میکنم نه الان هم هست. من عرض بکنم مثال های زیاد میام از دوران اصلاحات، دوران در واقع سازندگی، و همین الان که مخالفت با یه مسئول مخالفت با پیغمبر حساب میشه. خب مخالفت با او هر کی اندازه جای خودشو داره. محیط دانشگاه پاکیزه و معنوی باشه. خب یه عده دوست ندارن این باشه. سالهای اخیر خب خیلی تفاوت کرد. کانونهای تصمیم و اقدام تشکیل بشه. ببینید یه موقعی بود که تشکل و فعالیت دانشجویی در کارهای صنفی بود قبل انقلاب. خب فضا اختزا بیشتر از اون نمیشه. آروم آروم نزدیکای انقلاب کتابخونه بود و گروه های کوهنوردی ورزش اینا. بعد از انقلاب خدمت به مردم شد، مثل دفاع مقدس، مثل جهاد سازندگی و و و چیزهای دیگه. الان راه های جدیدی رو باید برای کمان که جریان دانشجویی داره اینجوری انجام میده. حالا کانون های قرآن و اطرت یک سم، کانون های علمی یک سم، کانون های ادبی یک سم، و جریانی که جریان دانشجوی ما به هر حال ما این شتاب علمی کمی و اول شدن در منطقه‌ای که داریم با کسب و کار فاصله داره. بالاخره واقعیت اینه که ما در منطقه خیلی فاصله داریم. رتبه علمی ISAمون، رتبه تولید علممون با رتبه صادرات حاصل از تکنولوژیمون، با رتبه کسب و کارمون توی اقتصاد منطقه. بالاخره ما اگه قراره در افق چشم‌انداز اول بشیم، همین خمیرمایه و بنمایش توی دانشگاه هاست. خب آیا تشکل‌های جدید ساز و کار ببینید به خوبی رهبری این رو مراقب رقابت بر سر پست و مقام باشی. این آفت عجیبی است که تشکل‌های دولت ساخته رو همه دولت‌ها، باز من نمیگم این دولت، حزب و تشکل و جریان دانشجوی دولت ساخته، البته هیچ موقع موفق نبودن الحمدلله، نه در دوران موسوم به سازندگی، نه در دوران موسوم به اصلاحات، نه در این دوران اخیر. جریان هایی که میان قدرت نمیدونیم چرا بعد از اون 4 سال دومشون میل به بقا دارن، هی تلاش میکنن، یکی قانون اساسی رو میخواد عوض کنه، یکی نمیدونم یه کار دیگر رو میخواد کنه. خب این آفتی است که متاسفانه گریبانگیر جریان دانشجویی میشه، که بعضیا دنباله های دانشجویی میخوان برای خودشون ایجاد کنن که هیچ موقع موفق نبودن. سقف مغفرت خود را سایت ها و روزنامه ها قرار ندید. در تصمیمات مصلحت ها رو در نظر بگیرید، و این دو تای آخر که از تصمیمات نسنجیده بپرهیزید. آرمانگرایی و پرخاشگری اشتباه نکنیم. آرمانگرایی را در دانشگاه زنده نگرید. در تصمیم گیری ها مطالعات ها. من میخوام عرض بکنم وضعیت موجود ما انصافش اینه که همش رو با هم ببینیم. اگر یه بخشی آسیب ها و مشکلاتی داریم که داریم، اون بخش اکثریش که اصل این نظام باشه، این فضای تنفس انقلاب اسلامی
که ما مثل ماهی که در اون آب باشه خودمون قدرش نمیدونیم. شما یک کمی پارو به بیرون بگذارید، شما سفر دارید میرید، بنده هم همینجور تو مجامع علمی میریم. اینها استاد فرانسوی در انستیتو پاستور پاریس، من در اجلاس رؤسای پاستورهای پاریس چند سال پیش بودم قبل از همین فشارها، به نوع این فرانسوی میگفت که ما هم اگه جای شما میگفتیم میگفتیم حق مسلم ماست. یعنی چی که شما رو میخوان محروم کنن و ما هم میست دادیم. حالا شما برید تو مناطق اسلامی، مناطق خاورمیانه، کشورهای اطراف اینها، همه یا تو ایام حج نگاه کنید برخوردار رو، میگن شما پایداری کردید، شما در مقابل ستم جهانی ایستادید، شما پیروز شدید و ای کاش رهبران ما اینجوری بودن، ای کاش خب اون کیمیایی رو که ما داریم، حدیث معروفی است از امام صادق علیه السلام که فرمودن اگر گوهری در دست شما بود و همه عالم جمع شدن گفتن این سفاله، اینو محکم شما بچسبید، و اگر سفالی در اختیار شما بود و همه عالم جمع شدن گفتن این گوهره، ما اون چیزی رو که در دست داریم خوب بشناسیم، خوب پایشش کنیم و خوب قدردانیش کنیم. بله از گرد و غبار و آفت‌ها و آسیب‌ها هم انشالله برن عبور خواهیم. اون گوهری که بهش اشاره کردید آقای گوهر انقلاب اسلامی، گوهر انقلاب اسلامیه که به پشتوانه مردم و مردم و رهبری، بله به پشتوانه مردمی که با ایثار و فداکاری این جمهوری اسلامی رو برپا کردن، ذی حقن ولی نعمت ما هستن و ما باید جز نوکری کاری نداشته باشیم، ما باید حرمت اونها رو داشته باشیم، باید عزت نفس اونها رو پاس بداریم، باید اجازه بدیم که اونها حرف دلشون رو بتونن بزنن، باید تریبون‌های فراهم بکنیم برای اینکه مردم نقد خودشون رو، درد دل خودشون رو، گرفتاری‌هایی رو که دارن و این رو ضعف تلقی نکنیم. من همیشه میگم مثلا تلویزیون چطور تظاهرات کشورهای غربی رو پخش میکنه، نقطه ضعف اونها تلقی میشه در حالی که اونها نقطه قوت خودشون میدونن. اونها میگن اگر ما اجازه میدیم این موضوعات مطرح بشه، تظاهرات کنن، اعتراض کنن، تو چارچوب البته، بله اونجا هم قانون داره، گاهی اوقات هم از قانون خارج میشه، ولی این ضعف تلقی نمیکنن برای خودشون، این قوت تلقی میکنن. برای چی؟ برای اینکه میگن بله مردم حق انتقاد دارن، حق اعتراض دارن، حق گفتن مسائلشون رو دارن. ما نیازمند اعتدالیم تو این شرایط و اعتدال لازمش اینه که مردم بتونن حرفشون رو بزنن، انتقاداتشون رو مطرح کنن. متاسفانه فضا طی این دوران شما اشاره کردید، نه بسیاری از اصلاح طلبان اصلا نه سفر خارجی داشتن نه از جمله خود بنده. چرا؟ به دلیل این فضای اتهام زنی و مسائلی که برای خیلی از اساتید دیگه پیش اومد، خیلی فعالین. ببینید فضا از اعتدال وقتی خارج بشه، امکان فعالیت برای کسی که تمام عمرش رو برای انقلاب، برای انقلاب اسلامی فداکاری کرده، کار کرده، بعد میاد یهو به خاطر یک انتقادی که کرده، یه اعتراضی که داشته، میاد در معرض اتهامات عجیب غریب قرار میگیره. خب و همه چی اونی که اتهام جداست حساب اون، نه ببینید بله. ما متاسفانه حسابا رو قاطی نباید بکنیم. آسیب فضای الان دانشجوی ما به این دلیله که متاسفانه اتهام زنی بسیار بالاست. دانشجو هزینه میده اگر فعالیت میخواد بکنه، ترجیح میده فعالیت نکنه، همون بی تفاوتی و در واقع دیگه فکر میکنه من دیگه چقدر باید زندگیم رو پای این موضوع بذارم. ما این فضا رو، ما هیچ چاره نداریم جز این که برگردیم به همدلی، جز این که بیایم و به جای این به هر حال تقابل سیاسی و شکاف‌هایی که تو کشور ما متاسفانه اشاره کردم، آسیب‌های جدی اجتماعی به دنبال داره. ببینید جوان اگر نتونه حرفشو بزنه، اگر به من و شما، اگر تو رسانه، اگر توی خیابون، توی دانشگاه نتونه اعتراض کنه، این مفهومش این نیست که مشکل حل شده. این مفهومش اینه که ما جای دیگه این آسیب‌ها رو خواهیم برای این استمداد ما، من فکر می‌کنم استمداد جریان دانشجویی، استمداد دانشگاهیان، نخبگان اینه که فضا تعدیل بشه، این فرصت و این اجازه باشه برای طرح مسائل آزادانه، این رو تهدید تلقی نکنیم، این
قوت نظامه و این اتفاق افتاده. حالا شما میگید در همه دوران، ولی واقعیت اینه که در یک دورانی واقعا قدرت نقد میشد و تحمل هم میشد و هزینه ها کم بود، نه اینکه نبود. بله اونجا هم اشکالاتی بود، اشتباهاتی بود. من میخوام بگم ما تلاش اگر برای این مسئله انجام بدیم که فضای گفتمان رو درون خودمون تو خانواده مردم که واقعا از هر جهت ما مدیون این مردم هستیم، نظر بازگشت به مبانی و اصول رفتاری انقلاب اسلامی و تعهد به او تو همه و همه کسانی که هستن. آخر بحث هستیم خانم دکتر، من سوال دیگه فهمشتون تام شد؟ من می‌خواستم تشکر کنم از خیلی از افرادی که مثلا حاج آقای ابوترابی یا بله که خیلی برای دانشجویان، یعنی من یه لیستی دارم، یا خود آقای مطهری یا آقای دکتر احمدی یا آقای آوایی که اخیراً صحبت‌های بسیار خوبی رو داشتن، یا آقای نقویان که باز اخیراً، اینها مایه امیده و اینها واقعا میتونه به سمت نه من فکر میکنم به هر حال نیاز هست که بیشتر این موضوع مطرح بشه و انشالله سبب امیده، چون امید مایه حرکت و نشاط یک جامعه است و یأس و ناامیدی از جنود شیطانه و ما نباید اجازه بدیم یأس و ناامیدی در عین حالی که نقد میکنیم فضا رو میگیم، نباید اجازه بدیم که خدای نکرده به یأس و ناامیدی منتهی شیم. ما تا الان هم فکر میکنم بله خیلی وقت ندارم، من خواهش میکنم تو 12 رو ما وقت بدیم که بتونیم جمع بکنیم از دوستان عزیز پخش. تقاضا میکنم خانم دکتر، من یک سال از شما داشتم، یک سال از آقای دکتر مولمینی، این که آیا لزوم منتقد بودن جنبش دانشجوی الزاماً تعارض با حاکمیته و آیا ما یک مرزی داریم بین نقد منصفانه، نقد دقیق و تعارض با حاکمیت؟ و این بحث ببینید فاصله بین نقد و تعارض، نه لزوماً این نیست که هر نقدی تعارض و معارضه است، همون فاصله بحث اصلاح طلبی و براندازیه یا اصلاح طلبی و نفس اعتراض به همه چیز. من فکر میکنم ما اگر فضا رو برای نقد در هر جامعه ببندیم پیشرفت اون جامعه عملا دیگه امکان پذیر نیست. در فضای طبیعی دانشجو چجوری باید تشخیص بدهد؟ تو فضای طبیعی دانشجو اگر نقدش منصفانه باشه، این خود متدولوژی نقد، خود روش شناسی نقد بحث بسیار مهمی آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، ما این که چگونه نقد بکنیم، چگونه اشکالات رو ببینیم با راه حل باشه و یه بحث انتقام گیری مچگیری اینها نباشه، انتقام گیری نباشه، تهمت زنی نباشه. یه بحث دیگه که به نظرم خیلی مهمه حل و فصل اختلافاته بین جنبش دانشجوی، اختلاف نظر هست، طیف بسیج هست، طیف انجمن اسلامی که حالا متاسفانه اجازه فعالیت خیلی ندارن، ولی میخوام بگم این اختلاف نظرها اونجا هم در فرمایشات رهبر انقلاب هم بود که اینها به هر حال با هم دیگه به تخاصم و رو در روی، خود جامعه ما هم الان همین وضعیته، یعنی ما باید راه حل بتونیم پیدا کنیم. راه حل ها هم صفر و صدی نیست، راه حل صفر و صدی یعنی اگر بگیم یک صدایی تو جامعه، ببینید این دوره تک صدایی بود، عملا اصلاح طلبان به جز یه جای خیلی خیلی کمی از قدرت حذف بودن، ببینید آثار و عوارضش رو، امروز همه منتقد این شرایطن. ببینید اگر ما نتونیم تنوع و تکثر دیدگاه‌هایی که تعلق به انقلاب و تعلق به نظام دارن، اگر نتونیم اینها رو تحمل کنیم، نتونیم اینها رو اجازه بدیم که بیان در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست، قطعاً اون تحول، اون رشد، اون پویایی حاصل نخواهد شد. جنبش دانشجویی هم همین وضعیت رو داره و باید بتونیم این اختلاف دیدگاه ها رو، اختلاف سلیقه‌ای که وجود داره رو بتونیم تبدیلش بکنیم به یک فرصت و استفاده بکنیم از این برای پیشرفت، برای اعتلاء. اگر واقعا این اتفاق بیفته، اجماع سازی یک فنه، اینکه از بین دیدگاه های متنوع و متکثر و متضاد ما بتونیم بالاخره به یه اجماع برسیم، نه اینکه یه نفر تو
شما اصلا حرف اجازه نداری بزنی و طرف مقابل تمام در واقع گفتمان رو در اختیار بگیره و بعد ببینیم با چه مشکلاتی مواجهیم. من فکر می‌کنم تو جنبش دانشجویی هم این بحث بسیار مهمه، بسیار تعیین کننده است و بالاخره اینا هم بچه‌های ما. من فکر می‌کنم یه نکته مهمی که برای کمتر بهش پرداخته میشه با همه اشتباهات، خطاها به هر شکلی که باشه، این فرزندان ما هستن و فرزندان ما حق دارن که برای نسبت به وضعیت خودشون، آینده خودشون، کشور خودشون اظهار نظر کنن. ولو اینکه این هزینه داشته باشه برای ما، باید این تحمل رو داشته باشیم که این نقد رو بشنویم و فضا رو برای موضوع باز بکنیم. البته هممون هم کمک بکنیم که به این فضا فضای مطلوبی باشه. بله. آقای دکتر رولم، ما فکر کنم دو سه دقیقه بیشتر وقت ندیم. سوالم اینه، شما به عنوان شما و خانم ابتکار به عنوان نسل اول جنبش دانشجویی از بعد از انقلاب عرض میکنم، عمیق نگریستن، تفکر و در نهایت دوری از تعصبات گروهی رو چقدر تمرین کردید و فکر میکنید چقدر تو این زمینه موفق بودید که به نسل الان انتقال بدید و جوان امروز چجوری باید تمرین بکنه این دوری از سطحی نگری رو که بارها رهبری تاکید کردن، تفکر رو که منتج نشه به تعصباتی که فضا رو هم برای خودش سخت خواهد کرد و هم برای جامعه از سودی نخواهد داشت؟ این شرایط و محیط که محاط بوده بر ما در قبل از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب و مواجه هایی که ما داشتیم خب کاملا متفاوته با فضایی که امروزه. هر نسلی راه و روش خودش رو داره، ما نمیتونیم دیکته بکنیم به این نسل که تو چگونه برو. میتونیم حتی تجربیات رو منتقل، حتی اکثر میتونیم مشاوری باشیم تجربه. متاسفانه در بسیار از سازوکارهای اجرایی کشور الان خب ما مشکل داریم تو این. به طور اساسی من اون مثال سفارت رو زدم، اینا تازه بعد بیاد مشاور بشه، میاد مدیر اجرایی میشه. ماها میتونیم حتی اکثر مشاور بشیم و انتقال تجربه بکنیم، ولی کار اجرا رو به خود جوان ها بعد. نکته دوم بحث فضای غالب هست. این موقع هست ما قبل و بعد از پیروزی انقلاب فضای مقابله با استبداد، تثبیت انقلاب، فضای سیاسی غالب بود. الان من به نظرم غلبه بر فضای اجتماعی، فرهنگی و آروم آروم اون تمدن سازی و جامعه سازی آرمانی. به هر حال زیر ساختار رو ما داریم، زحماتی هم کشیده شده، این نهال غرس شده. این نهالی که قصد شده رو باید اون نیوه مطلوب ازش گرفت که جامعه آرمانی ما، جامعه علوی، جامعه عدالت خواست. تو شعار و حرف نمیشه، به کارآمدی در حیطه عمل میخوره. من به نظرم نسل جوان ما حد اکثری که میتونه از این تجارب و مشاوره استفاده کنه، فرمان رو آروم آروم اگر به دستش هم نمیده خودش به دست بگیره، کمان که نسل ما منتظر نشد، خیلی اجازه از اینو نگرفتن برای تسخیر لانه و امام تایید کردند و مردم هم حمایت کردن، ادامه پیدا کرد. ولی ابتداش یا بسیار از کارهای دیگه، اونو که تشخیص میدن، خوب تشخیص میدن، صادقانه در خدمت ملت بیان جلو. ما احتیاج به تحول در امور فرهنگی اجتماعی اون داریم، اقتصاد کشور و ساخت این جامعه که هست. اگر دوباره برگردیم تو مبادی نمیشه، نمیشه که ما آجرهایی رو که رو هم گذاشته شده و 100 سال اخیر به اینجا رسیدیم اینا رو خراب بکنیم به دیوار دیگه درست بکنیم. رو این بنا حتما خانه مستحکمی نسل آینده خواهد. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. نظر سنجی هم ببینیم. بله. 33.5% سوء استفاده جریان های سیاسی، 33.5%، 23.3% صداقتش اینو که برای قبلیه بود اشتباه زدن. دومیش مورد دیگه بود، بی تفاوتی به مسائل کشور و ویژه اعتراض جای 27.5، 15.5 هم 15.9% سطح اندیشی بود. دومی دوری از آرمان ها بود که دوستان ما تون در واقع زدن و اشتباه زدن. 23.1 هم برای دوری از آرمان بیشترین مورد سوء استفاده جریان های سیاسی و فضای غبارآلود نشون دهنده این فضای غبارآلود که باید این غبار رو بذاریم. خیلی سپاسگزارم از بحث منطقی تو، سپاسگزارم دیگه از شما، سپاسگزارم. یه سوء استفاده هم آخرش بکنم. این هفته ما هفتمین سالگرد دوستان عزیزم شهدای هفتمین سالگرد شهدای رسانه رو داشتیم و جمعی از ارتشیامون در 3 اکتبر که عزیزان هممون بودن. در این آخر برنامه با ذکر یک صلوات یادشون میکنیم و از همتون خداحافظی میکنیم. التماس تو از جاده عشق دل میبری ولی ایستا
دادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست. چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.